با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کارال نیایش، امیدوارم که در پناه خداوند تندرست و شاد باشید. در برنامه امروز به احکامی در مورد دروغ که گناهی بسیار بزرگ محسوب می شود اشاره می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. گناهان کبیره گناهانی هستند که در اسلام از آنها به شدت نهی شده است و گناه بزرگ و عملی کردن آن در قرآن و فرمایشات بزرگان حکمهای سنگینی در بر دارد. همه ما می دانیم گناه عملی است که در تضاد با رضایت الهی و اراده الهی باشد. گناه انواع مختلفی مانند کبیره و صغیره دارد. گناه کبیره به گناهانی میگویند که روح انسان را دگرگون میکند و سبب از بین بردن فطرت پاک روح انسان میشود. در میان گناهان کبیره گناهی وجود دارد که بسیاری از افراد هر روز آن را تکرار میکنند بدون آنکه متوجه بزرگی آن شوند، در حالی که سایر گناهان کبیره را هرگز انجام نمیدهند. نام این گناه دروغ است که بسیاری از ما بدون توجه به کبیره بودن آن هر روز آن را تکرار می‌کنیم و نام آن را دروغ مصلحتی می‌گذاریم. باید بدانید دروغ از گناهان کبیره است و مصلحت اندیشی موجب رفع حرمت نمی‌شود. استفتاءات امام جلد 5. آیات قرآن، سنت نبوی و ائمه معصومین علیه السلام به شدت دروغ را نهی و از عوامل فساد و انحراف از حق کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مؤمن هرگاه بدون عذر دروغی بگوید 70,000 ملک او را لعنت می کنند و بوی بدی از قلبش بیرون می آید که تا به عرش می رسد و خداوند به سبب این دروغ گناه 70 زنا که کمترین آن زنای با مادر است را برای او می نویسد. مجلسی، بهارالانبار، 1403 قمری، جلد 69، صفحه 263. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند دروغ از ربا بالاتر است. 40 حدیث، صفحه 471 و 472. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده اند نشانه ایمان این است که راستگویی را هرچند به زیان تو باشد بر دروغگویی گرچه به سود تو باشد ترجیح دهی. نهج البلاغه، حکمت 458. امام باقر علیه السلام فرمودند به راستی که خداوند عزوجل برای شر قفل‌هایی گذاشته و کلیدهای آن قفل‌ها را شراب قرار داده است و دروغ از شراب بدتر است. الکافی، جلد 2، صفحه 339. مردی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید چه عملی سبب دخول در آتش می شود؟ حضرت فرمود دروغ، زیرا دروغ سبب فجور و فجور سبب کفر و کفر سبب دخول در آتش است. محدث نوری، مستدرک الوسائل، جلد 9، صفحه 89. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 3 چیز است که در هر کس باشد منافق است: اگر چه روزه دارد و نماز می‌خواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم. کسی که هنگام سخن گفتن دروغ بگوید و وقتی که وعده دهد تخلف کند و چون امانت بگیرد خیانت کند. نهج الفصاحه، صفحه 422. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند همه پلیدی ها را در خانه ای نهادند و کلید آن دروغ است. بهارالانبار، جلد 78، صفحه 377. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند
دروغگو و مرده یکسانند، زیرا برتری زنده بر مرده به سبب اعتماد اوست. پس هرگاه به گفته او اعتماد نشود، حیاتش از بین رفته است. قررالحکم، حدیث 2104. حضرت امام علی علیه السلام در حدیثی دیگر می فرمایند: با دروغگو مشورت نکن، چون دروغگو مانند سراب دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور. قررالحکم، حدیث 10351. امام علی علیه السلام در حدیث دیگر فرمودند: اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز و جدا شوند، هر آینه راستی با شجاعت باشد و بزدلی با دروغ. قررالحکم، جلد 5، صفحه 118، حدیث 7597. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید و خلف وعده نکند، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادری با او واجب و غیبتش حرام است. خصال، صفحه 208، حدیث 28.